هفتمین کنفرانس ملی و چهارمین کنفرانس بین المللی یادگیری آموزش الکترونیکی در شیراز برگزار شد. از بین 400 مقاله که ما دریافت کردیم یه چیزی هلوهوش 30% این مقالات پذیرفته شده است. 70 مقاله صورت شفاهی ارائه میشن و تقریبا 35 مقاله به صورت پوستر ارائه خواهند شد. سخنرانی من در خصوص اهمیت استفاده از آموزش‌های الکترونیکی در مدارسه، چون هم آموزش الکترونیکی و هم آموزش چهره به چهره مزیت‌های خاص خودشون رو دارن. مقاله‌ای که می‌خوام ارائه بدم در رابطه با استفاده از شبکه‌های اجتماعی در آموزش زبان. مقاله‌ای که من ارائه کردم به همراه دوتا از دوستان راجع به آموزش الکترونیکی کودکان نابینا و ناشنوا با استفاده از یک ابزار الکترونیکی به نام کینکت است. ما 6 محور کلی رو تو این همایش در نظر گرفتیم. اون نگاه ویژه محور تعامل با در واقع مخاطب هست. اما آموزش و یادگیری الکترونیکی به چه شیوهی از آموزش گفته میشه؟ یادگیری الکترونیکی یک در واقع بحث جدیدیه که تقریبا 2 دهه است توی دنیا راه افتاده و در واقع هدفش اینه که با استفاده از امکاناتی که فناوری اطلاعات در اختیار قرار میده ما بتونیم به یادگیری مؤثر برای مخاطبمون دست پیدا کنیم. به همین دلیل هم از ابزارهای فناوری اطلاعات استفاده میکنیم. در برنامه‌های توسعه کشور 30% توسعه این آموزش‌ها جزء اولویت‌های برنامه است. یادگیری و آموزش الکترونیکی مزایای زیادی هم برای استاد و هم برای دانشجو به همراه داره. هر جای دنیا که باشه به اینترنت فقط کافیه دسترسی داشته باشیم، میتونیم تو کلاس به هر شکلی که میخوایم حضور پیدا بکنیم. به صورت مجازی ما میتونیم از اساتید خارج از کشور استفاده کنیم. به واسطه کتابخانه مجازی که در نظر گرفته شده آخرین ورژنای کتابا که در سطح دنیا چاپ میشه اونجا قرار داده شده. این امکان رو میده که شما به فراخور نیاز خودتون و بر اساس تقویم شخصی خودتون بتونید تنظیم کنید که چه زمانی چی رو یاد بگیرید. دانشکده آموزش‌های الکترونیکی دانشگاه شیراز با 10 سال سابقه همچنان در راه‌اندازی دوره‌های آموزش الکترونیکی در کشور پیشتازه. الان نزدیک به 4000 دانشجو در دوره‌های آموزش الکترونیکی داریم در 14 رشته. بیننده که بخش خبری 245 شبکه فارس هستید، از بین تماس‌های تلفنی شما با 162 تماسی داشتیم در خصوص قطع مکرر آب در شهرک گلدشت حافظ. صحبت‌های یکی از شهروندان این منطقه رو با هم می‌شنویم.